سرخط خبرها آماده باش نظامی اسرائیل برای حمله ی نظامی بازگشت جنجالی مایک پومپئو نرمش قهرمانانه تیری بر قلب رژیم ایران و بار دیگر سپاه پاسداران مانع بازگشت برجام شد به کاف خبر خوش آمدید خوشحال می شویم که تا انتهای خبر با ما همراه باشید در صورت تمایل با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از اینکه ما را همراهی می کنید. مشروح اخبار پس از آسیب به کشتی جاسوسی ساویز اسرائیل خود را برای رویارویی با حملات رژیم ایران آماده می سازد. در آستانه دیدار وزیر دفاع ایالات متحده از اسرائیل و گفتگوهای مهمی که با مقامات این کشور به عمل خواهد آورد در اورشلیم این احتمال به طور جدی مطرح است که رژیم ایران در صدد برایت به دنبال آسیبی که به کشتی جاسوسی ساویز در دریای سرخ وارد آمد جنگ دریایی با اسرائیل را شدت بخشید تا به عملیات تعرضی بیشتر علیه این کشور دست بزند. رسانه های عربی کماندوهای زیرابی اسرائیل را عامل بمبگذاری در بخش زیرین بدن این کشتی دانستند. ولی مقامات حکومت ایران در متهم ساختن اسرائیل راه احتیاط در پیش گرفته و هنوز به طور رسمی و مستقیم انگشت اتهام را به سوی اسرائیل دراز نکردند. محافل خبری گزارش می دهند که از هنگام وقوع این انفجار در هفته پیش مشاوراتی در سطح بالا در نهادهای سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل صورت گرفته و احتمالات در مورد شیوه انتقامجویی رژیم ایران بررسی شده است. در حال حاضر گمان بر آن است که رژیم ایران آسیب رسیدن به ساویز را بی پاسخ نخواهد گذاشت به ویژان که سخن از یک کشتی جاسوسی است که جنبه نظامی دارد و به علت نقشی که در جنگ حوسی ها در یمن دارد یک ضربه عملیاتی و حیثیتی است که سپاه پاسداران نمیتواند در برابر آن ساکت بنشیند از دیدگاه آشنایان امور در اسرائیل آسیب رسانی به کشتی ساویز که در فرماندهی سپاه پاسداران قرار دارد نگرانی های دوگانه و حتی را در رژیم ایران ایجاد می کند. اگر مسئولیت این آسیب را متوجه اسرائیل بدانیم، این کشور نشان داده که با قدرتمندی همچنان علیه رژیم ایران و قدرتیابی آن در منطقه و استقرار در کشورهای همسایه اقدام می کند. برای یه رژیمی که ادعا کرده قادر است اسرائیل را در ظرف پنج دقیقه نابود کند، این امر باعث سرشکستگی بسیار است. نگرانی دوم رژیم ایران آن است که اگر این حادثه نتیجه اقدام کمانده های اسرائیلی بوده احتمالا با نوعی هماهنگی و همکاری از جانب عربستان سعودی صورت گرفته و ممکن است زمین ساز اقدامات مشترک آنها علیه حضور نظامی رژیم ایران در منطقه باشد اگر کمانده های اسرائیلی چسباندن بمب های مغناطیسی در زیر بدن ساویز را انجام داده باشند احتمالا به پایگاهی در نزدیکی نیاز داشتند همچنین اگر این گمان در مورد هماهنگی بین اسرائیل و عربستان درست باشد میتواند گام دیگری در راه نزدیکی دو کشور و افزایش احتمال صلح بین اورشلیم و ریاض تلقی شود نگرانی سوم رژیم ایران ممکن است آن باشد که اگر کشتی ساویز از رده خارج شود رژیم پایگاه اصلی خود برای کمک رسانی به حوسی ها را از دست می دهد. مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل که در روزهای اخیر در مشاورات محرمانه در این زمینه شرکت داشتند به بررسی همه احتمالات ادامه می دهند و دستورهای لازم به نیروی دریایی اسرائیل و نهادهای نظامی و امنیتی دیگر داده شده است. آسوشیتد پرس از قول کارشناسان امور نوشته بود که ضربه وارده به کشتی ساویز جدی بوده و نشان می دهد که رژیم ایران علا رقم همه ادعای قدرت مورد آسیب قرار می گیرد. اکنون بیش از دو سال است که اقدامات اسرائیل علیه نفت کشهایی که به سوریه سوخت می رسانند و همچنین کشتی های حامل اسلحه ایرانی که به سواحل سوریه نزدیک می شوند ادامه دارد. مایک او به فاکس نیوز پیوست مسئول مطبوعاتی کاخ سفید و مشاور ارشد اقتصادی ترامپ نیز پیش از پمپئو به فاکس نیوز پیوسته بودند مایک پمپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا رسما به شبکه خبری فاکس نیوز پیوست و به عنوان کارشناس در برنامه های مختلف این شبکه حضور مییابد این دیپلمات ارشد پیشین آمریکا پس از سخنگوی سابق کاخ سفید که به عنوان یکی از مجریهای برنامه اوتنامبرد این شبکه استخدام شد تازهترین مقام دولت ترامپ پس که به این شبکه خبری می پیوندد. فاکس نیوز پنج شنبه 8 آوریل 2021 با اعلام پیوستن پمپئو او به این شبکه نوشت او در اولین حضور خود در برنامه فاکس و دوستان در روز جمعه آینده حاضر خواهد شد و در سر و سر شبکه های رسانه خبری فاکس نیوز به ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی خواهد پرداخت. در هفته های اخیر این شبکه نزدیک به جمهوری مسئول مطبوعاتی کاخ سفید و مشاور ارشد اقتصادی در دولت ترامپ را به خدمت گرفته که هر دو به ترتیب میزبان برنامه های روزانه در فاکس نیوز و فاکس بیزینس هستند این شبکه همچنین لارا ترامپ عروس رئیس جمهور پیشین را استخدام کرده است مایک پومپئو پس از شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بلافاصله به اندیشکده مؤسسه هاتسون ملحق شده بود پمپئو با صدور بیانیه ای گفت به عنوان دیپلمات و نماینده سابق مجلس و در نقش جدید خود در رسانه خبری فاکس نیوز بنا دارم دیدگاهی بیتارف و صریح درباره ژئوپلیتیک روابط بین الملل و سیاست های اول آمریکا به مخاطبان ارائه دهم که راه را برای ارتقای بی سابقه امنیت و کامیابی آمریکاییان هموار کرد. نرمش قهرمانانه تیری بر قلب رژیم ایران برخلاف ایران فروشی به چین با عنوان برنامه 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین و روسیه با عنوان رژیم حقوقی دریای خزر که با اعتراض افکار عمومی ایران همراه شده امضای برنامه جامعه اقدام مشترک با آمریکا با استقبال و شادی ساده اندیشانه ی گروهی از مردم به ویژه بخشی از قشر متوسط خوشنشین در تهران و کلان روبرو گشت آنچه به عنوان نرمش قهرمانان قلمداد شد به سود و با رضایت رژیم اسلامی بود زیرا به اعتبار عمل کرد و همچنین اعتراف مقامات هم می توانست فعالیت های مخفی را با وجود بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در کشور پهناور ایران که امکانات بسیاری برای پنهانکاری دارد پیش ببرد و هم پس از انقضای تعهدات ده و پانزده ساله برجام دیگر موضوعیتی نمی داشت و صادر کنندگان انقلاب اسلامی همزمان که از مواهب مادی و مالی برجام برخوردار می شود. شدن، پس از انقضای دوران تعهدات نیز می توانستند از سلاح اتمی خود رونمایی کنند این خیالات خوش در عبارت نرمش قهرمانانه نیز آشکار بود نرمش اگر نتیجه پیروزمندانه نداشته باشد چرا باید آن را قهرمانانه نامید این پیروزی قرار بود پس از انقضای برجام مدال قهرمانی اتمی برگردن جمهوری اسلامی بیاویزد اما با دولت ترام همه چیز به کابوس تبدیل شد ما ایرانیان براساس اساس تجارب و شناخت خود بیش از هر رسانه و سیاست مداری در جهان می توانیم درک کنیم که اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد مشکلات کنونی نه با یک رژیم ضعیف و بی منابع بلکه با یک جمهوری اسلامی یاقی تر و سرکشتر پس از انقضای برجام پیش می آمد همانطور که روح الله خمینی جام زهران نوشید تا قهرمانان بودن آن نرمش بعدها با سلاح های اتم و لیزر و برنامه اتمی نظام به اثبات برسد علی خامنه ای نیز امام حسن شد تا با نرمش قهرمانان منابع مالی لازم را برای اهداف و اقتدار جمهوری اسلامی به دست بیاورد اما خروج آمریکا از برجام این خیالات را نقش براب و رژیم ایران را آچمس کرد خنده های محمد جواد ظریف و عباس عراقچی به پرخوش و ترشرویی تبدیل شد و توافق اتمی پیش از آن که به پایان برسد غرب را در شرایطی قرار داد که پس از انقضایش در آن قرار می گرفت با این تفاوت بسیار مهم که آن زمان غرب هیچ حرفی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی و توافقی که خود آن را ام کرده بود نمی داشت. البته اگر رژیم ایران می توانست در برابر جنبش های اجتماعی و دشمنان منطقی تا آن زمان دوام بیاورد جمهوری اسلامی هرگز مانند امروز ضعیف و ذلیل نبوده است از همین رو خامنه ای برخلاف همه گذاف ها آرزو دارد بر جامعه یا شود و فکر میکرد با دولت بایدن به سرعت چنین خواهد شد دست کشورهای پنج به علاوه یک نیز هنوز به این اندازه باز نبوده منتها مشکل در این است که غرب میبایست سرانجام به این نتیجه برسد که جمهوری اسلامی نه یکی از طرفین برای حل مشکل بلکه خود مشکل است راه حل در مردم ایران و پشتیبانی از آزادی خواهی آنهاست فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران از مذاکرات با آمریکا ابراز خشم و ناخورسندی می کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حکومت ادعا کرد تلاش دارند تا مذاکراتی طولانی و بیفایده در وین با ایران رقم بزنند. محمد باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حکومت گفت تلاش زیادی می کنند که مذاکراتی طولانی بیفایده و همراه با مطالبات جدید را با حکومت ایران رقم بزنند در حالی که مشی راهبردی ما همانطور که رهبری گفته بود صرفا برداشتن کامل تحریم هایی است که به هر عنوان علیه نظام روا داشتند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حکومت در ادامه تهدید کرد چنانچه تحریم ها به طور کامل برداشته و به طور دقیق در عمل راستی آزمایی شود آنگاه ایران همان گونه که همیشه بر وعده های خود صادق و عامل بوده به تعهدات هسته خود باز میگردد. وی در ادامه ادعا کرد در حالی سال 1400 را آغاز میکنیم که کشور از هر لحاظ بدون کم بود و مشکلات اقتصادی است با غیری افزود و این همه نعمت به خاطر وجود خامنه است که با درایت و مدیریت خود سیاست و اقتصاد و مسائل سیاسی را کنترل می کنند. وی گفت امنیت پایه و رکن اساسی تمام برنامه های کشور است و ما هر روز به کمک نیروهای یعنی امنیتی و انتظامی و پلیس در حال گسترش سیستم های امنیتی در برابر تهدیدات داخلی در کشوریم و در برابر هر گونه اقتشاش در کشور مقابله می کنیم و نمیگذاریم امنیت نظام به خطر بیفتد همزمان سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است که هیچ نیازی به مذاکره با آمریکا وجود ندارد چرا که جزئیات برجام پیشتر مشخص شده است خطیب زاده افزوده است روند مثبتی که گروه چهار به علاوه یک در مذاکرات وین به وجود آورده در صورتی قابل حفظ است که آمریکا ثابت کند آماده ی اجرای تعهداتش طبق قطعنامه که شورای امنیت سازمان ملل است وی گفته است رهبری همواره مواضع روشنی در خصوص برجام داشته و دارد و پیشتر نیز برای رسیدن به این توافق به دستور خامنه ای مذاکراتی جدی صورت گرفته و پس از امضای برجام ما کاملا به آن پایبند بودیم از آن زمان ما به وضوح اعلام کرده ایم که تمام طرف ها باید به تعهداتشان پایبند باشند زیرا ایران حتی تا یک سال پس از خروج یکجانبه واشنگتن از برجام به توافق عمل کرده است.